خاک سپاری مرجان شورشگر در لس آنجلس. سلام به همه شما و تشکر از اینکه با ما هم درد شدید. زندگی کوچه سبزی است میان دل و دشت که در آن عشق مهم است و گذشت. زندگی مزرعه خوبی هاست، زندگی راه رسیدن به خود. این شعری بود که همیشه مرجان میخوند. این تزش بود: مهر، محبت و عاطفه، آزادی، خواهی. در این شرایط من مشکل میتونم صحبت کنم، صحبت ها در این طول چند روزه هم میکردم، ولی میخوام بهتون بگم که مرجان قصه بسیار زیبا با زیبا باشه خوی بود.
کتابی بود پر افتخار، آزادی طلبی در نقش داشت. متاسفم که پایانش تلخ بود برای من، ولی راه کشاه بود به نظر من برای کسانی که حتی اگر ذره ای از آزادی خواهی و انسانیت رو درک کرده باشند، به خصوص جوامع هنری، ببینند چه کرد در طول زندگیش. دست به روز خط به روی روزمرگی هاش کشید، نه برای آزادی مطلق خودش که میتونست در رفاه و آزادی کامل زندگی کنه، برای که ملت ظلم ستم زده شو به آزادی برسید. خدمتون عرض می کنم چیزی رو دیدم تو فیسبوک ها، چارچوبه های فساد در ایران، آخوندهای متحجر حتی در این شرایط یک روزنامه رو چاپ کردن به نام روزنامه مجاهد، تعدادی از نامی از هنرمندان رو بردن که اینا حمایت از مرجان کردن، که البته از هنرمندانی که وابسته بود مستقیم خودشون داشتن همگی نه، چندهای بیشترشون، به این دلیل که اونا بیان تکذیب کنن، بیان به مجاهدین لگد پرانی کنن، که این اتفاق متاسفانه در خارج از کشورم افتاد. به خیلی ها زنگ زدن که نریم، فکر کردن ما دنبال شهرتیم، دنبال محبوبیتیم. مرجان همه اینا رو با هم داشت. درود میفرستم به همه شما که قدم رنجه کردین، تشریف فرما شدین. ناچاریم به خاک بسپریمش، ولی روحش همیشه با ماست و یاد و خاطرش به نظر من برای ابد در تاریخ مبارزاتی این کشور باقی میمونه. این مبارزاتی که به هر تقدیر رژیم رو به مرحله ایلشون نشونده که سرنگونیش بسیار نزدیکه. آخرین وداع با مرجان. ایرانیان دور از وطن، که برای آخرین وداع با مرجان عزیزمان گرد آمده اید، شما در ادای احترام نسبت به این زن شورشگر دنیای هنر و مقاومت ایران، در این لحظه خواهران همرزم او در اشرف سرا، زندانیان سیاسی همبند او را، دختران شهیدی که در دقایق قبل از اعدام در اوین سر بر شانه‌اش گذاشتند و میلیون‌ها ایرانی را نمایندگی می‌کنید، که در این چند روز از او، از آواز زیبایش که به قول خودش اسلحه‌ای علیه رژیم بود و از وفاداریش به آرمان آزادی مردم تجلیل کردند. یک بار دیگر فقدان نابهنگام مرجان عزیز را به مردم ایران در داخل و خارج از کشور، به خانواده ارجمندش، به ویژه پوپک عزیزم و آقای جورک گرامی، به خانواده هنر و هنرمندان، به مقاومت ایران و مجاهدین خلق تسلیت میگویم. در اواسط زمستان 62 در بند 246 اوین، یک شب مرجان در حالی که قطرات اشک بر گونه‌اش می‌لغزید، به یاد دختران مجاهدی که هر روز برای اعدام می‌بردند، این ترانه را در جمع زندانیان زمزمه می‌کرد که
اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. از آن پیشتر مجاهدی به نام شهین در لحظات پیش از اعدام طفل چند ماهش را به مرجان سپرده و به سوی سرنوشت رفته بود. مرجان از زندان آزاد شد، اما در این 30 چند سال دردان شهیدان زندانیان و دردها و رنجهای مردمش را بر شانه‌هایش هم کرد. در اوین رو در روی لاجوردی ایستاد و از هواداری مجاهدین دفاع کرد و در بیرون زندان در این 3 دهه رو در روی رژیم و متحدان و سرانگشتانش از آرمان مقاومت ایران حمایت کرد. در آخرین وداع با تو مرجان عزیز، گواهی می‌کنیم که به عنوان یک هنرمند شورشی و متحد تا آخرین لحظه بر تعهد مبارزاتیت پای فشردی. گواهی می‌کنیم که وقتی هم که قلبت از حرکت ایستاد، باز روح رزمنده‌ات در جنگ با آخوندها بود. نگاه کن که چطور جامعه ایران و بسیاری از هنرمندان به تجلیل از تو برخواستند. بله، گواهی می‌کنیم که نام تو ای مرجان عزیز، نام رمز تجلیل از پایداری در برابر آخوندها شده است. گواهی می‌کنیم که تو نیز در صف هنرمندان فقید مقاومت مردم ایران از مرضیه تا عماد رام و منوچهر سخایی، آقای آندرانیک، بهرام آلیوندی و منصور قدرخواه برای مردم ایران افتخار آفریدی. درودهای مردم و سلام و رحمت خدا نثار این ترانه خوان فروتن آزادی که ایران و هنر ایران را آزاد از استبداد و اختناق می‌خواست و زنان ایران را رها از نابرابری و ستم. بیچاره شب پرستان، بیچاره دشمنان هنر و آزادی که بعد از بیداد 40 ساله با چنین نسلی از هنرمندان شورشی مواجهند. و چه زیبا گفت مسعود که درود به شورشگران خاموش اما جاودانه و پرجوش، خواهرانم معصومه جوشهانی و مرجان آتش افروز. پس ای نفس آرام و مطمئن، برو و سلام ما را به شهیدان راه آزادی برسان. جاودانگی و رستگاری از آن تو شد. با شکوه مندیت که گفتی ریشه در خاک ایران داری و به روح زیبایت ای زخمی از تیر تبرداران. درود، 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 درود. الان تمام دنیا راجع به اون صحبت میکنن. شما ببینید این زن چه قدرتی داشته و من خیلی متاسفم که مرجان ما دیگه بین ما نیست، ولی خب خوب جایی داره میره. اونجا الان مرضیه عماد جون، آن دوی عزیزم، منوچهر سخایی، همه اونجا الان، مرجانم به اونا پیوست. البته مرجان پر کشید و از این دنیای خاکی به رفیق علا شتافت و بدون شک الان پیش جاودان فروخا و به خصوص خواهران مجاهد شهید و صدیقش که قبل از هر چیز با تمام وجود عاشق اونها بود، در صلح و صفا و آرامش و طمأنینه ناظر این دنیای خاکی و ناظر ماست. ولی مگه واقعا ما مرجان رو از دست دادیم؟ نه، این تنها چیزیه که هیچ کس نمیتونه باور کنه، چون واقعا او رو از دست ندادیم. ما اونو بار دیگه، یه دفعه دیگه، در دلهای پر از مهر، در اشکها و تو کلمات همه کسانی که او رو میشناختن به دست آوردیم. زنی وارسته از هر نظر و پایدار و مقاوم در مقابل شاه و شیخ، سروقد و ایستاده از سلولهای اوین
تا بازار مکاره خارج کشور و حتی روی تخت بیماری، اونجا که مجاهدوار باز هم طبق معمول مرجان نه به فکر خودش بلکه به فکر خواهران و برادران مجاهدش و کانونهای شورشی بود و عشقش به مجاهدین و به خصوص عشقش به خواهران مجاهدش و اون صحنه شورانگیز وداع بانها تو زندان اوین که وقتی اونها رو برای بوسه زدن بعد تیرک اعدام ترک میکرد و یا اون داشت از زندان خارج میشد، این عشق واضح بود. مرجان اینطوری زندگی کرد که پرواز با پروازش هم مثل دوران حیاتش و چه بسا قوی تر چنان ضربه ای به رژیم ددولش آخوندی وارد کرد که ناگهان تمامی ارگان ها و به خصوص وزارت جهنمی اطلاعات به چالش افتادند که حتی با دروغ و دغل و جعل این صحنه رو مخدوش کنند و تلاش کنند با صدای کثیفشون نور حقیقت مرجان رو بپوشونند. مرجان تنها با یک رژیم دیکتاتوری مبارزه نکرد، با ابلیسانی مبارزه کرد که در طول تاریخ بشریت بی سابقه بودند و هستند. شک نکنید اگر افشاگری پایگاه‌های اتمی رژیم توسط مقاومت ایران نبود و اگر چنین مبارزانی جان بر کف وجود نداشتند، ایران و خاورمیانه با خاک یکسان شده بود. خوشا به سعادت مرجان که تمام عمر در جهان هست زندگی کرد. خوشا به سعادتش که مأموریت و مسئولیت خود را به نحو شایسته ای انجام داد. مرا از بلای مبارزه می ترسانید؟ صد جان شیرین دادم تا این بلا بخریدم. مرجان شورشی، میدانم که میدانی قیام ملت ایران در راه است. من یقین دارم که فردا روشن است. مطرب مهتاب رو آن چه شنیدی بگو، ما همگان محرمی آنچه بدیدی بگو. نرگس خمار او ای که خدا یار او، دوش به گلزار او آنچه بدیدی بگو. عید بیاید رفت، عید تو ماند ابد، کس فلک بی مدد چون برهیدی بگو. ای شده از دست من چون رخ سرمست من، ای همه را دید تو آنچه گزیدی بگو. پرواز بسیار زود هنگام او هم ضربه دیگری به رژیم آخوندی بود. حجم بسیار زیاد پیام‌های تسلیت و همدردی مردم و هنرمندان ایران به خاطر فقدان این هنرمند مبارز و متعهد از داخل و یا از خارج مرزهای ایران گواهی دهنده محبوبیت او و راه و مبارزی که او در انتخاب و در پیش گرفته بود است. جامعه کالیفرنیا برای دموکراسی در ایران فقدان این هنرمند مبارز را و همسر گرامی ایشان آقای فریدون ژورک، کوپک عزیزمان، خانواده محترم، مردم قهرمان ایران، به مقاومت مردم ایران و همرزمانش رجب سه، به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و همه یاران و دوستدارانش تسلیت می‌گویم.